سال 2008 یک نقطه عطفی بود برای چین، چون سال 2008 یادتون باشه رکود اقتصادی شدش، امریکا خیلی وضعش خراب شد، اروپا همینطور بحران‌های زیادی شد و اون موقع بودش که رهبری چین این رو درک کردش که واقعا نمیتونه روی این بازارها، این بازارها هم به اصطلاح خیلی سست هستن. منظورتون بازارهای خارجی برای کالاهای صادراتی بله چینه. بله. و به خاطر همین هم هستش که اون طرح به اصطلاح کمربندیشون رو که هم چیز آبی داره هم زمینی داره رو کردن که اون قدرت تولیدی چین بتونه بازارهای بیشتری کسب کنه، بتونه تمام این کشورهایی که به اصطلاح راه آبی ندارن گیر کردن یا حتی منابع طبیعی دارن نمیتونن اینو تبدیل به پول بکنن، اینها رو به چرخه بکشن که اقتصاد چین درش. بذارید راجع به این پروژه عظیم توضیح بدیم مفصل. همکاران من یه عکس میندازن روی پرده پشت سر من و اون وقت توضیح خواهم داد. من اینجا یک صفحه چاپیشو دارم. بر اساس این طرح که One Belt One Road نامیده میشه، یه کمربند یه شاهراه، چین از نظر اقتصادی وصل میشه به، یا بیشتر از سابق وصل میشه به جنوب شرقی آسیا، بعد از اونجا مستقیم از راه دریایی به آفریقا. مسیرهای زمینیش هم اونچه که گفته میشه احیای جاده ابریشمه، از بالا یکی از طریق روسیه میره شمال اروپا و دیگر مسیرها از طریق افغانستان و پاکستان و ایران و آسیای میشه گفت بخشای دیگه آسیا میرسه به اروپا و باز هم به آفریقا. اگر همین مسیرها رو ما مسیر گسترش نفوذ بپنداریم، اون وقت بر اساس عکس دیگه‌ای که همکارانم میندازن روی صفحه می‌بینیم که نفوذ چین چقدر زیاد میشه. این رو یه وبسایت اقتصادی تهیه کرده بود و گفته بود بر این اساس می‌تونیم بگیم که چقدر، همین الان هم البته نفوذ چین در آفریقا فوق‌العاده زیاده دیگه، در آسیا فوق‌العاده زیاده، ولی این نفوذ گسترش خواهد یافت به اروپا و به بخش‌های دیگه. اولا یکی از کارهایی که اونجا داره میشه جایگزینی به اصطلاح نیروگاهایی که زغال میسوزونن با نیروگاهی که گاز طبیعی میسوزونن، که خب اونم به هر حال فسیلی هست ولی خب خیلی بهتره. یک دوم اینکه چین اتفاقا مقام اول رو داره در تولید به اصطلاح انرژی آفتابی، انرژی از قوه باد، اینها به اصطلاح از لیدر دنیا هستش میدونید. و این هم نه به خاطر اینکه لزوما، علتی که میره پایین پروتکل ها دو علت داره، یکی حفاظت محیط زیست در دراز مدت، چون چین همیشه دیده دراز مدت داره، اصلا دیده کوتاه مدت در چین کار نمیکنه. و دوم اینکه این رو به عنوان یک موقعیتی میبینه که بتونه صادراتش رو زیادتر بکنه، یه مقدار اون از اون کالاهایی که به قول شما به اصطلاح نیرو انسانی توش زیاده، یه مقدار هوشمندی و به اصطلاح تکنولوژی و ابتکار اون چیزا توش بیشتر باشه و از این دید هم بهش نگاه میکنه. یعنی فکر میکنین سیاستشون در حوزه انرژی سیاستی است که به توسعه پایدار میانجامه؟ معقول هست از بیرون. راجع به نفوذی که مدل چینی داره در جاهایی که چین سرمایه گذاری میکنه صحبت کنیم. آیا مدل چینی برای کشورهایی که سرمایه گذاری چین رو توشون میبینیم، ایران، جای دیگه خاورمیانه، آفریقا، واقعا مدل جذابی هست؟ از دولت ها بگذریم، دولت ها منافعشون این است که با چین رابطه رو حفظ کنن. جالبه خیلی از دولت هایی که هیچ حرفی راجع به مسلمان های چین نمیزنن دولت های اسلامی هستن. اما ما راجع به نفوذ در جامعه حرف میزنیم. جامعه ایران با کالای چینی آشناست، آیا این باعث شده که مدل چینی جذاب باشه برای ایرانی ها؟ مثل ایرانی ها زیاد داریم ملت هایی که میخوان به سمتی برن که توسعه انسانی در همه ابعادش رو ببینن. اونجایی چون نفوذش بیشتره که کشورها بیشتر محتاج هستن. یعنی اگر هیچ گزینه دیگه ای نداشته باشن، یعنی هیچ نوع توسعه اتفاق نمیفته، یا آفریقا، یا بله یا آفریقا، و آفریقا رشد خیلی بالایی داره، جمعیتش هم شبیه چینه، بنابراین نباید دست کم گرفتش میدونید. بنابراین بر اساس این خب میگن خب چرا که نه، این به هر حال این یک اینفراستراکچر، یه تاسیساتی است که میمونه، حالا ممکنه 30 سال 40 سال 50 سال هم کنسسیونش امتیازش دست اینها باشه، ولی خب به هر حال چیزی برای مملکت. نتیجه که از حرفای شما میگیرم اینه که برای ممالکی که خودشون ثروتمند هستن و ایران یک مملکت ثروتمنده به خاطر هم منابع طبیعی هم نیروی کار، یعنی جمعیتی که ماهر، برای این ممالک شاید چین چیزی نداره به عنوان الگو، ولی برای اونها من فکر میکنم به اصطلاح یادگیری، به قول همون میگم مثال ماهیگیری، ماهی میخوای بخوری ماهیگیری یاد بکنی،
یعنی اولا اون ما یه سری تکنولوژی در ایران نداریم، مثلا ما این هم گاز داریم ولی تکنولوژی که این گاز رو مایع بکنیم نداریم، میدونید. خب این خیلی چین داره این تکنولوژی رو به ایران بده؟ بله اتفاقا چین، چون شما متخصصی نصیب خیلی کوتاه میخوام اگر لطف کنید به جواب بدید، چون خیلی هم میگن مشکل صنعت نفت و گاز ایران اینه که اگر به سرمایه‌گذاری غربی رو نیاره دچار مشکل میشه، برای اینکه سرمایه‌گذاری و تکنولوژی شرقی چین مثلا خیلی نمیتونه کمکش کنه. چین تمام تکنولوژی غرب رو گرفته، ممکنه مثلا تکنولوژی ژاپنی رو میخواد، ممکنه ژاپن بهش نده ولی از کره میگیره، از تایوان میگیره، میدونید. یعنی خیلی دیده خیلی استراتژیکی داره. اصلا برندی که مثلا آمریکا برای خودش ایجاد کرده تو خاورمیانه چین هیچ وقت نخواهد داشت، ما دنبالش هم نیستیم. که گفته خیلی مشهوری در این زمینه که البته از یک سیاست مدار غربی، نمیدونم دقیقاً کی بود اینو حرف زد، ولی خود این گفته تو ذهن من هست که خیلی مهمه. گفته بود چین سیاست خارجی نداره، چین سیاست منابع طبیعی و سرمایه گذاری داره. یعنی سیاست خارجیش به سمت اعمال نفوذ، نمیدونم اعتبار، اینجور چیزها نیست، ارزش هایی که داره رو ساده به سمت این چیزها نیست، در واقع دنبال منافع اقتصادی میگرد. ولی همین این به گفته آقای جلالی میتونه معنیش این باشه که چین انقلاب نمیخواد صادر کنه، ارزش‌های خاص خودش رو نمی‌خواد صادر کنه و این باعث میشه که دولت‌ها کمتر در مقابلش موضع دفاعی بگیرن دیگه، در صورتی که آمریکا می‌خواد. من فکر می‌کنم برای هر کشوری باید استراتژی خودش رو داشته باشه و خب چین یک به اصطلاح بازیکن خیلی مهمیه که می‌تونه کمک بکنه که این کشورها یه مقدار تأسیسات خیلی پایه‌ای، مثلا ما تو ایران تأسیسات جنوبمون خیلی ضعیف هستش، در که راه دریای ما از جنوب هستش، یا مثلا اتصال ما با آسیای مرکزی خیلی ضعیف هستش، در که این یک به اصطلاح پل خیلی مهمی هستش برای این شاهراهای بازرگانی و کالا و چیزهای دیگه. و بنابراین با این دید به هر حال اینو کمبوداش رو جبران بکنه و اگر بنیه داره خب به یک معامله بهتری بکنه، میدونید. یعنی نره زیر قرضهایی که نتونه پس بده، بعد مجبور بشه امتیاز مثلا بنادرشو یا راهاشو یا جاده‌هاشو بده. و بنابراین این دیگه برمیگرده به استراتژی هر کشوری. ولی یعنی شما فکر می‌کنید ساخت یا گسترش زیر ساخت‌ها که چین در خیلی از کشورها انجام میده، این خب برای منافع استراتژیک خودشه، ولی در این حال باعث نفوذ چین خواهد شد؟ مسلمه. یعنی اون